در همه جای دنیا بازار بورس یکی از بهترین فرصت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاریه که هم موتور تولید و پیشرفت کشورها رو فراهم می‌کنه و هم برای سرمایه‌گذاری فرصت سودآوره. در واقع در خیلی از کشورها سرمایه‌گذاری در بورس شغل دوم افراده که گاه درآمد اول زندگیشون رو می‌سازه. در ایران هم با تمام فراز و فرودها و ریسک‌های احتمالی داره نشون میده که در مجموع بازار بورس ایران هم روند صعودی داشته و در حال جذب سمت خودشه. شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد در همایش‌های خودش میخواد زمینه آشنایی بیشتر و آگاهی در رابطه با بازار بورس و سرمایه‌گذاری رو برای شما هموار کنه. در این همایش‌ها شما متوجه میشید که چطور باید وارد این بازار بشید. با روش علمی انتخاب سهم و تحلیلی بورس آشنا بشید. راستی این هم بهتون بگم، حتی اگه خودتون هم نمیتونین خرید و فروش کنین، میتونین خرید و فروشاتونو به ما بسپرین. استارت بورس رو با آرمان اقتصاد بزن. شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد. من محمد رضا رافه، اینجا استودیوی چند رسانه ایرناست. مهمان امروز من دهمین سکاندار سازمان بورس آقای دکتر محمدی هستند. آقای دکتر محمدی، بورس تهران 52 ساله هست و ما به نوعی یک بورس نوپایی رو داریم و نسبت به بعضی از بورس‌های در واقع کشورهای توسعه یافته خب سابقه فعالیت بورسمون کمتر هست. شما دهمین در واقع سکاندار بازار سرمایه بودید و توی دوره نزدیک به 4 ساله فعالیت شما اقدامات مثبت فراوانی صورت گرفته. اقداماتی که همراستا با توسعه بازار بوده، اقداماتی که منجر به پویایی بازار شده و ما میتونیم بگیم که بازار سرمایه از در واقع از اواسط سال 96 وارد فاز رونق خودش میشه و میتونیم بگیم که به نوعی با افزایش قیمت ارز خودش رو هماهنگ میکنه، به فعالین بازار این سیگنال رو میده که این افزایش ها توی بازار دیده میشه. این روند افزایشی در طول سال 97 ادامه داره، در طول سال 98 ادامه داره و قطعا توسعه‌ای که شما در بازار سرمایه بنا نهادید منجر به این شده که در سال 99 هم مردم اعتماد به این بازار بکنن. میتونیم بگیم بخش اعظمی از نقدینگی در جامعه به سمت بازار سرمایه بیاد و شاهد رونق و پویایی و رشدهایی باشیم که این روزها شاهدش هستیم. من برخی از اقدامات مهمی رو که شما تو این دوره تمرکز روشون داشتید رو بهش اشاره میکنم. تغییر روش عرضه‌های اولیه بوک بیلدینگ بود که در واقع عدالت در تخصیص رو منجر شد و خب به فعالان خرد و حقیقی ها توجه بیشتری صورت گرفت. کاهش زمان توقف و بازگشایی نمادها بود. دوره‌ای که شما فعالیت خودتون رو در سازمان شروع کردید ما شاهد بسته بودن یه بخش بزرگی از بازار بودیم. 60 تا 70 تا نماد، بله. گروه بانکی اگر اشتباه نکنم به طور کل تقریبا بسته بود. نمادهای بانکی ماها بود بسته بودن و خب بسیاری از حقیقی‌ها از این ناحیه متضرر شده بودن. کاهش هزینه معاملاتی بود، در واقع کارمزدها کاهش پیدا کرد، کاهش زمان تسویه معاملات از 3 روز به 2 روز بود که اینها همه منجر به ایجاد نقدشوندگی بیشتر و در واقع تقویت بنیه نقدشوندگی بازار بود که یکی از اصول اصلی بازار هست. رونمایی از ابزارهای جدید مالی بود، اختیار خودتون فرمودید، اختیار در خرید و فروش، قراردادهای آتی، فروش تعهدی و ابزارهای متنوع دیگه. برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی بود و اقدامات مثبتی در حوزه مالیاتی صورت گرفت. مالیات در داد و ستد سهام از 0.5% به 0.1% کاهش پیدا کرد. معافیت مالیاتی شرکت‌ها برای افزایش سرمایه بود که همین امر در رونق بازار سرمایه به شدت مؤثر بود. راه اندازی مؤسسات رتبه بندی و اعتباری بود و تهیه پیشنویس قانون ارتقای نظام بازار سرمایه ایران بود و ورود صندوق‌های جدید به بازار بود. صندوق‌های حالا جسورانه یا ویسی ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق و تأمین مالی جمعی و در واقع گسترش این حوزه از بازار سرمایه. در خصوص
دوره 45 ماهه خودتون در سازمان بورس و اقدامات مثبت و مؤثری که انجام دادید چه مباحثی رو؟ خیلی ممنون جناب علی، اشاره فرمودید، نکات مهمی رو فرمودید. یه بحث دیگری هم که در کنار بحث افزایش نقشوندگی بازار که اشاره فرمودید اتفاق افتاد، بحث اجبار به افشای تولیدهای ماهانه بود. قبلا اختیاری بود. بله. الان اگر یک شرکتی بخواد تولید خودش رو بعداً اصلاح بکنه محدودیت داره، چون ماه 1، 2، 3، 4، 5 اعلام کرده تولید من و فروش من این شکلی بوده. حالا اگه بخواد ماه 6 این رو دیگه برگردون و کلن هاشا کنه، چنین چیزی شدنی نیست، عملی نیست. به طور کلی همون افشای اطلاعات بود که در قالب افشای اطلاعات الف به جا گرفت. بله، چند جنبه هم داشت. حتی خب بعضی از کارشناسان در رسانه‌های معتبر اروپایی و آمریکایی گفتن که خب تو ایران این افشای اطلاعات ماهانه چیز جالب و ارزشمندیه. ما خب البته در کنار این افشای به موقع شرکت‌ها که 34% به موقع افشا می‌کردن، الان به 93% افشای به موقع رسیده. یعنی شرکت‌ها الان بازار سرمایه رو با جدیت میدونن که باید بیان اطلاعات توش افشا بکنن و میدونن که این اگر اتفاق نیفته سازمان بورس جریمه شون بکنه، نمادشون تعلیق میشه. بله، هم نه خود مدیر هم جریمه میشه، شرکت هم جریمه میشه، مدیر شخصی جریمه میشه. خب طبیعتا تو حوزه افشای اطلاعات و شفافیت ما رشد خوبی رو داشتیم. عرض کردم 32% تا 34% در سال 94 و 5 رسیده به 93% افشای به موقع. ما الان حدود 1% از شرکت همون افشا نمی کنن و حدود 6% با تأخیر افشا می کنن. خب این دستاورد بزرگی، یا تعداد روزهای تأخیر از 14-15 روز تأخیر در افشای اطلاعات شده 1 روز، حتی کمتر از 1 روز، بعضی وقتا در حد چند ساعت. این خب نشون میده که شفافیت ارتقا پیدا کرده. البته خب از نظر گایدلاین یا خطوط راهنمایی که به مدیران داده شد، این هم خیلی کمک میکنه. حدودا 30 مورد که به مدیران ابلاغ شد که اگر شما در هیئت مدیره تصمیم میگیرید که به ضرر سهام داره، تک تک اعضای هیئت مدیره باید اینا افشا بکنن و فردا باید معاملات 129 افشا کنن. اینا نبود همه، ولی الان یک مقررات مدونی داره. روی بحث معاملات اوراق سخاب بود که خب نرخات 40% رفته بود. با پذیرش اینها خب نرخ تأمین مالی تو کشور کاهش پیدا کرد. بحث در واقع توی حوزه نهادهای مالی اگه بگیم، قبلا اینجوری بود که یک کارگزار با 10 میلیارد تومان سرمایه میتونست 1000 میلیارد تومان ریسک در مقابل اتاق پایا پای ایجاد کنه. در سال 96 وقتی حد اعتباری تعریف شد که ترجمه کردیت لیمیت هست، این اجازه داد که در واقع بازار از یک مدیریت ریسک بسیار خوبی برخوردار بشه و ریسک رو به واقع کاهش داد این تصمیمات سازمان بورس که هیچ کارگزاری نیاد در مقابل اتاق پایا پای نکول کنه. اگه یک کارگزاری در مقابل اتاق پایا پای نکول کنه، ده ها کارگزاری ممکنه به مشتریاشون رو بی جواب بذارن و ممکنه یک مسئله اجتماعی بزرگ درست بشه. خب این اتفاق اونجا افتاد. یا مدیریت ریسک نامک که ریسک مشتری برای کارگزار هست، در همین دوران اتفاق افتاد. این کمک کرد که در واقع مسئله به اصطلاح ریسک ها هم از جانب مشتری نسبت به کارگزار، هم از جانب کارگزار نسبت به اتاق پای پای کنترل بشه. خب طبیعتا اینها رو عموم باهاش ارتباط ندارن، شاید برای همه فعالان محترم بازار سرمایه ملموس نباشه، ولی خب صنعت کارگزاری اینو حس میکنه. یا بحثای مربوط به شفافیت در کارگزاری ها که وجوه مشتریان صیانت بشه، الان تمام تراکنش های کارگزاری ها رو سازمان روش نظارت داره. در سیستم معاملات هر فعالیتی که کارگزاری میکنه سازمان بورس روش نظارت داره. اما در معاملات وقتی ثبت و ضبط میشد در کارگزاری، ادواری سازمان بورس رسیدگی میکرد. الان تقریبا آنلاین هست، هفتگی هست. و اینها خب اقداماتی بود که انجام شد. یا کارهایی در حوزه نهادهای مالی جدید فرمودید، مثلا بحث فاند فرمودید، خب بحث مهمیه. در کنارش کراد فاندینگ رو بگیم. ببینید تامین مالی جمعی الان برای کرونا و برای هموطنانی که نیاز به منابع دارن، خب دوتا صندوق هست. این از چه تصمیمی در اومد؟ این از تصمیم کراد فاندینگ در اومد. البته ما این تصمیم رو بسیار در واقع با حوزه کاربرد وسیع در نظر گرفتیم. الان یک فیلمساز
میخواد 10 میلیارد تومان پول جمع آوری کنه، این که نمیتونه بیاد اوراق منتشر کنه، میاد یک کراود فاندینگ درست میکنه، در واقع به عموم مردم میگه شما به من پول بدید، من هر وقت سیدیامو فروختم یا نمایش خانگی رو از اینترنت دانلود کردم و وجوه به حساب من وارد شد، شما هم سهیمید. یه نفر دایره المعارف میخواد بنویسه، یه نفر نرم افزار میخواد بنویسه. الان این کراود فاندینگ یک حوزه بسیار خوبی، عملکردش هم اخیرا تو کرونا دیدیم. یا بحثایی که در حوزه تایید صلاحیت افراد، سازمان بورس حدود 1800 نفر در هر سال رو تایید صلاحیت میکنه بشن مدیر نهادهای مالی. قبلا 6 ماه تا 8 ماه طول میکشید، این الان زیر 1 ماه هستش، بنابراین این تسریع ها شد. یا مجوز کارگزاری، قبلا 21 مجوز باید یک کارگزار از سازمان بورس میگرفت، هر دو سال یه بار هم باید اینو تمدید میکرد، الان اینها شده 7 تا. یعنی در حوزه دوینگ بزنس هم سازمان این کارو کرد. یا سامانه رصد رو سازمان بورس راه اندازی کرده، زمان متوسطی که افزایش سرمایه طول میکشه رو تو اونجا در واقع میبینیم که کاهش داده. اگر من در حوزه آمار ارقام و بازار هم بخوام چند تا عدد اعلام کنم، فرمودید خب یه دی بعضن به درستی میفرمایند که نرخ ارز باعث رشد شده، من این رو قبول دارم، اما ببینید رشدی که ارزش بازار تو این سالها داشته، از 5.95 که بنده افتخار خدمتگذاری پیدا کردم تا پایان 98 یا اوائل 99، 623% رشد کرده بازار. خب نرخ ارز که اینقدر رشد نکرده، قطعاً بازدهی بازار بیشتر بوده. بعد ما اگه بیاییم ببینیم در پذیرش شرکت ها 55 شرکت جدید حدوداً اومده، خب جمع ارزش اینا 560,000 میلیارد تومان شرکت جدید امروز ارزششونه تو بازار، شرکت هایی که تو همین 3 سال و 9 ماه وارد شدن، عمق بازار رو بیشتر کردن. قطعاً ارزش معاملات رو نگاه کنیم، 100,000 میلیارد تومان معاملات 4 بورس بوده در سال 1394 و 95، امسال یعنی الان بگیم سال 98 دیگه 98 از 1000 میلیارد گذشت. 1000 میلیارد یعنی مثلا تو سال 98 حدود 1/3 ارزش بازار، ولی اگه ما اون موقع ها رو برگردیم میبینیم این عدد مثلا کمتر از 1/5 هست و این نشون میده حجم معاملات هم رشد کرد. خب ما اگه بریم تو حوزه حقوقیمون بخوایم عرض کنیم، میدونید چند تا و هر حال سایت هایی که سیگنال فروشی میکردن، کانال هایی که سیگنال فروشی میکردن با پیگیری معاونت حقوقی بسته شدن، یا کسانی که تخلف میکردن، اقوای اطلاعاتی میکردن، مدیرانی که اطلاعات نمیدادن، معاونت حقوقی ما بسیار فعال این رو پیگیری کرد و خوشبختانه این افزایش شفافیت که میگیم بخشیش کار معاونت نظارت بر بازار هست، بخشیش کار نظارت در واقع معاونت حقوقی هست که نظارت میکنه رو امور تخلف و کیفری و مسائل اختلاف. خب در هیئت داوری بازار سرمایه زمان رسیدگی به پرونده‌ها خیلی کاهش پیدا کرد. سامانه‌های شکایت متعدد سازمان بورس ایجاد کرد، سمتا و الی آخر، که اینها همه کمک می‌کنه که افراد حرفشون رو بتونن بزنن. اینا کمک می‌کنه که اینها بتونن شکایت کنن. رسیدگی به شکایات هم از بالای 30 روز رسیده الان به زیر 10 روز. و اینها خب اقداماتی بوده که معاونت حقوقی ما انجام داده. میانجیگری یکی از تئوری‌های پیشرفته حقوقی هست در دنیا، الان در بازار سرمایه ما عمل میشه. خیلی جاها اعتقاد سازمان بورس بر این بوده که اگر جایی یک کسی تخلف میکنه، اول حقوق سهامدار استیفا بشه، بعد تخلف اون رو پیگیری کنیم و مجازات کنیم اون شخص رو. اینها بحثایی بوده که اونجا انجام شد. در حوزه نرم افزارها و سامانه ها خب اخیراً هم یه بحثایی بود، شاید لازمه من یک توضیح عرض بکنم. ببینید سامانه معاملات آتوس که از فرانسه خریداری شده با سامانه AS400 کانادا، اینا سنکرون شدن، اصطلاحاً اینا با هم متصل شدن، یه سامانه ترید، یه سامانه پست ترید، اینا اصلا با هم همخوان نیستن. حالا چرا اون موقع این اتفاق افتاد؟ خب طرف خارجی نفروخ واقعا، وگرنه اون موقع همکاران ما در سازمان بورس تمام تلاششون و دلسوزیشون رو به خرج دادن که یه سامانه کاملی بخرن. اما این سامانه در دوران برجام ارتقا پیدا کرد، یعنی تعداد معاملات بر ثانیه اصطلاحاً TPS از حدود 600-700 تا به حدود 4000 تا رسیده. اما رشد بازار سریع‌تر از این بوده. خب یه عده‌ای از دوستان دو بازار سرمایه میگن که آقا این سامانه باید سامانه جدید خریداری میشد، اصلا چرا از خارج نمیخرن؟ ببینید خرید سامانه از خارج محدودیت های متعددی داره که حالا حوصله این برنامه اجازه نمیده من عرض بکنم.
یک بحث هم این هست که ما سامانه بومی اگر بتونیم توسعه بدیم نباید از خارج بخریم. این بالاخره رسالت همه ایماست. ما الان با تیم‌های دانشگاهی صحبت کردیم، قرارداد بستیم، یک شرکت دانش بنیان تأسیس کردیم. البته مبلغی هم واقعا به دانشگاه تهران پرداخت نشده، عددش بسیار ناچیز هست و تو شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری کرده سازمان بورس. اونها هم اومدن سرمایه گذاری کردن، اساتید دانشجوها اومدن کار کردن. سامانه معاملات برنامه‌ریزی که ما داشتیم این خرداد سامانه معاملات ملی رونمایی بشه و در واقع انشالله بهره برداریش بهمن ماه اتفاق بیفته. انشالله سازمان بورس پیگیری خواهد کرد این مسئله اتفاق بیفته. در مورد بحث امنیت، امنیت بسیار بسیار مهم، بسیار مهم است. خب مرکز امنیت سازمان بورس یه مدتی بود غیر فعال شده بود. تو همین 3 سال اخیر بحث امنیت تو بازار سرمایه با جدیت پیگیری شد. مرکز مکنا در بازار سرمایه ایجاد شد. خب رتبه ما در گروه وزارت اقتصاد اول بود در امنیت. البته این گزارش رو ما تهیه نکرده بودیم، سازمان فناوری اطلاعات تهیه کرده بود و این خب بالاخره رتبه خوبی برای ما داشت. بحثی که تو حوزه سامانه ها هست، خب سامانه ها ارتقا خوبی پیدا کردن. ما نمیگیم نقائص وجود نداره، چرا، نقائصی وجود داره، اما خب میدونیم تعداد معاملات به 1,800,000 معامله رسیده در حالی که قبلا 23,000 معامله در روز بوده. خب طبیعتا این سامانه یک مقدار ممکنه دچار یک محدودیت هایی بشه. در حوزه بورس ها اگر من بخوام اشاره کنم، ما درست ابزارهای مالی متعددی آوردیم در بازار سهام و در بازار بدهی که واقعا جا داره من از کمیته فقهی تشکر کنم. من میتونم اینجا اینو عرض کنم که با توجه به زحماتی که دوستان ما در کمیته فقهی کشیدن، تمام ابزارهای مالی بازار سرمایه ایران منطبق بر دین مبین اسلام و در دنیا ابزارهای مالی اسلامی ایران از همه کشورها کاملتره، همشون هم تجربه شده. الان اوراق اجاره، منفعت، جعاله، وکالت، استثناء، مشارکت، خرید دین، اوراق رهنی الاخر، اینها همه الان تو بازار سرمایه فعال هست، اکثر اینها هم تجربه شده. خب بریم اگر در بورس کالا من بخوام چند تا نکته عرض بکنم، زعفران معاملاتش، پسته معاملاتش، قراردادهای آتیش، آپشنش، زیره معاملاتش، خرما، کشمش هم کارهاش اکثرا انجام شده و محصولات کشاورزی، خرید تضمینی بورس کالای ایران واقعا زحمات زیادی توش کشیده شد و به کشاورزان عزیز کمک زیادی شد. اینکه اینا دسترنجشون رو به قیمت مناسب بفروشن یکی از دغدغه های بورس کالا بود، خوشبختانه اتفاق هم افتاد و کمک شد به این حوزه. در حوزه بورس انرژی بریم، معاملات نفت خام یک رویا بود ولی خب در بورس انرژی اتفاق افتاد. بنزین در بورس انرژی داره معامله میشه، فراورده های نفتی داره معامله میشه. روزی که بنده افتخار داشتم این بورس رو راه اندازی کنم در سال 90-91، ما با 1,000,000,000 تومان معاملات برق این بورس رو شروع کردیم. از یک اتاق ما این بورس رو شروع کردیم. الان 50,000,000,000 تومان عدد دور از دسترسی براش نیست. البته این بورس بورس بزرگی خواهد شد، چون این بورس به هر حال ثروت ملی ایران رو داره معامله میکنه، نفت، گاز، برق. ما تو هیچ کدوم کوچیک نیستیم، حتی زغال سنگ. از این جهت بورس انرژی تحولات خیلی خوبی رو تجربه کرد. ما بحثای مربوط به در واقع سامانه هایی مثل سجام رو فراموش نکنیم. ببینید سامانه سجام در سپرده گذاری که اتفاق افتاده، الان همه میتونن تو سامانه دارا، کارا، سجام برن داراییاشون رو ببینن. اون برگه های آبی رنگ سهام که بود اینها حذف شده. خب الان تازه علاوه بر این سپرده گذاری مرکزی کاری کرده که استعلامات دستگاه های دولتی هم الکترونیک شده، یعنی شخص خودش دارای خودش که میبینه بماند، اما دستگاهی اگر داره استعلام میکنه الان سپرده گذاری مرکزی آنلاین بهش جواب میده. خب اینها اتفاقاتی بود که افتاد. در حوزه بین الملل اگر بخوام عرض کنم، خب عضو عادی آیسکو شد ایران، این دستاورد بزرگیه. الان ایران میتونه عضو هیئت مدیره آیسکو بشه، قبلا عضو ناظر بود. درسته. و ما از همون فرصتی که برجام ایجاد کرد استفاده کردیم و خوشبختانه این اتفاق افتاد. اگر من برم تو حوزه فرهنگ سازی،
همکاران ما در روابط عمومی سازمان بورس زحمات بسیار زیادی کشیدن. البته اینجا جا داره من واقعا تشکر کنم از همه رسانه ها، از خود ایرنا گرفته تا رسانه ملی تا روزنامه ها تا سایت ها تا شبکه ها، همه کمک کردن. خب میدونید لیگ ستارگان بورسی نبود، بله، ولی آقای دکتر فلاح زحمات زیادی با همکارانشون کشیدن. این لیگ ستارگان بورس الان شماره 3ش فکر میکنم امسال بود، حالا 4ش هم ان شاء الله سال بعد و الی آخر. بحث جشنواره بورس رسانه ما نداشتیم، یعنی اصلا رسانه و بورس اینقدر نزدیک نشده بود. ما جشنواره بورس رسانه داشتیم، فرهنگسازی شهر به شهر بود، ارسال پیامک های فرهنگسازی به 2 میلیون نفر بود. اینها رو خب همه واقعا هم شرکت سپرده گذاری تو اون موضوع کمک کرد، هم روابط عمومی سازمان و شرکت مدیریت در واقع اطلاع رسانی سازمان بورس. بحثای مربوط به معاملات الگوریتمی هست، اصلا خب این میدونیم معاملات الگوریتمی یکی از پیشرفته ترین ابعاد بازارهای مالیه، نمیگم فقط بازار سرمایه، یعنی معاملات الگوریتمی از نظر الگوریتم های ریاضیات و کامپیوتر جز چیزهایی هست که وقتی اینتل میخواد سی پی یو های جدیدشو که قوی ترین سی پی یو ها هستن و بعضی از این سی پی یو ها بیش از 100 میلیون تومان قیمتشه، خب یه سی پی یو اینقدی 100 میلیون تومان قیمت، وقتی اونو میخواد تست کنه با مدل بلک شولز و بازار سرمایه تستش میکنه، یکی از تستاش اینه. خب بازار سرمایه پس تو تکنولوژی ها خیلی خیلی جلو هست. حالا معاملات الگوریتمی یک نمونه بارز این هست، خب چندین دوره برگزار شده، خب از کشورهای مختلف هم اومدن تو این معاملات الگوریتمی. آیسکو رئیسش در یکی از این رویدادهای بازار سرمایه اومد صحبت کرد هستن. خب اینها نشون میده که دنیا میدونه ایران با یه چارچوب ها و استانداردهای شفاف تو بازار سرمایه داره کار میکنه و اینها خب اقداماتی بوده که واقعا انجام شده. سازمان بورس تفاهم نامه های متعدد داشته با کشورهای مختلف، با آلمان داشته، با چین داشته، کره داشته، کره جنوبی داشته، خیلی کشورهای متعدد تفاهم نامه. بازار بدهی رو اگه آمارش نگاه کنیم، خب بازار بدهی در واقع وقتی که ما بازار سرمایه رو افتخار پیدا کردیم در این بازار فعالیت بکنیم به عنوان حالا مسئولیت سازمان بورس، 14,000 میلیارد تومان کل ارزش بازار بدهی، الان حدود 145,000 میلیارد تومان، 10 برابر شده. نرخ ارز 10 برابر نشده، رشد اقتصادی 10 برابر نشده، تورم 10 برابر نشده. یعنی اینها نشون میده که خب اتفاقاتی افتاده، یعنی این نبوده. من نمیگم بخشی از رشد حتما به تورم حتما به نرخ ارز مربوط هست، اصلا بلا تردید، اما بعضی از کارها هم تو بازار سرمایه خب اتفاق افتاده، اینها کمک زیادی کرده. تفویض اختیارات به کانون‌ها بوده، به بورس‌ها بوده. خب یک نقدی اوایل فعالیت بود، میگفتن که آقا سازمان بورس هم مجریه، هم مقررات گذاره، هم تخلفات رسیدگی میکنه. خب ما تا جایی که میشد تفویض کردیم، یعنی الان ماده 35 رو در خصوص تخلفات نهادهای مالی و شرکت‌های بورسی بورس‌ها رسیدگی میکنن و تجدیدی نظرش هیئت مدیره سازمان بورس هست. اینها هم همه اتفاق افتاد. واقعا ما اگر بخوایم اقدامات رو بگیم، حالا همکاران ما زحمت کشیدن یه 30 اقدام رو در واقع به اصطلاح معرفی کردن که من تقدیم حضور حضرت عالی خواهم کرد، ولی اینا بخشی از اقدامات هست. بعضی از کارهایی هم که انجام شده مثل صندوق تثبیت، صندوق توسعه تقویت شده، اینها آثارش آینده خواهیم دید. ببینید ابزارهای مالی که اومده آینده سقف و کف بازار رو تعیین خواهند کرد و تنظیم خواهند کرد. شاید الان جنابعالی میفرمایید حقوقی ها میان حمایت میکنن یه جایی، بله این یه چیزی نیست که واقعا مطلوب ما باشه، ولی با توجه به اینکه این ابزارها نبوده قبلا، خب اینها لازم بود بیان. اما الان آپشن، کال آپشن و پوت آپشن، شورت سل، خرید اعتباری تقویت شده، آتی سبد سهام و فروش استقراضی و بحثای اینجوری که عرض میکنم در کنار بازارگردانی که تقویت شده، اینها در سالهای آتی اثر خودشونشون خواهد داد. اینها وقتی بازار بیش از حد روش کنه، شورت سل و پوت آپشن شروع به کار خواهد کرد و بازار تنظیم خواهد کرد. وقتی بازار بیش از حد کاهش پیدا بکنه و ارزندگی سهمها زیاد بشه، مارجین بای که خرید اعتباری میشه در واقع، و کال آپشن در بازار، در کف بازار عمل خواهد کرد. بازارگردان ها هم همچنین، بازارگردان ها هم در کف بازار و هم در سقف بازار فعال خواهند شد. اینها چون ابزارهایی هست که تازه ایجاد شده
و فعالان بازار چون یک بازده های سهل الحصول و راحت بوده سراغ این ابزارها نرفتن، وگرنه این ابزارها بازدهش چندین برابر بازده بازار هست. اتفاقا کسانی که میخوان در واقع بازده های رویایی به دست بیارن، بازده های رویایی توی اوراق مشتقه است تو همه دنیا و تو ایران خوشبختانه الان وجود داره، اگر 4 سال پیش وجود نداشت امروز وجود داره و امیدواریم که از اینها هم استفاده بکنن. ما همیشه یک خواهشی رو از هموطنان کردیم، عاجزانه من استدعا میکنم، خواهش میکنم، قانون اول فایننس یک قضیه ریاضی بیشتر نیست و اون هم میگه ارزش هر دارایی مالی، اعم از سهام، هر دارایی مالی به ارزش حال عایدات آتی اون دارایی وابسته است و این یک اثبات ریاضی دقیق داره. من اینو اینجوری تعبیر کردم برای خودم، شاید دیگران هم این تعبیر رو براشون بتونه مفید باشه، انشالله آرزومون هست. این هست، من میگم که فرشته نجات سرمایه گذار توجه به رابطه سوداوری و قیمت سهام. یعنی اگر یک سرمایه گذار میخواد ببینه که تو بازار سهام شاه کلید موفقیت چیه، اینه که باید توجه کنه که به قیمت سهام و سوداوریش نگاه کرده و خریده یا نه. همون نسبت پی به ای، حالا هم پی به ای هم ممکنه پتانسیل های سوداوری هم غیر از پی به ای باشه، چون پی به ای چند تا تعریف داره، فقط یه پی به ای ثابت نیست، پی به ای های متوسط هست و پی به ای آتی هست و اینها. و اینجا یه نکته هم هست که اگر کسی میاد اگه قیمت سهم رشد نکرد چه؟ عقل سلیم حکم میکنه که میرم تو مجمع میشینم سودشو دریافت میکنم. خب این در مورد کدوم شرکت ها صادقه؟ اونهایی که سوداوری دارن. خب پس ما نباید بگیم من سهام رو فقط برای رشد قیمت میخرم. اگر کسی اینو بگه این حرف صحیحی نیست، چون ممکنه رشد قیمت تو یه سال، تو 5 ماه اتفاق نیفته، تو 6 سال ممکن اتفاق بیفته، تو 3 سال ممکن اتفاق بیفته، اما تو کوتاه مدتی که اون شخص مد نظرشه ممکنه جواب نگیره. خب راهش چیه؟ میره سود سنواتیشو میگیره. اما اگر رفت شرکتی رو خرید که اینو نداشت، خب طبیعتاً باید خودش اینو با خودش ریسکشو در نظر گرفته باشه. یکی از اقدامات در واقع دوره شما حذف EPS ها بود و خودتون اشاره کردید شرکت ها رو ملزم به ارائه گزارش تفسیر مدیریتی کردید، ملزم به ارائه گزارش ماهانه کردید و بنابر این بود که تحلیل بنیادی و حالا فاندامنتال توی بازار سرمایه ما رایج تر بشه و شرکت ها بر اساس سوداوری و سرمایه گذاران بر اساس سوداوری و فروش شرکت ها اقدام به سرمایه گذاری بکنن و به نوعی قطعا بنابر این بود که سفته بازی در بازار حذف بشه. شخصا از این حذف EPS ها تا چه میزان راضی بودید و تا چه میزان فکر میکنید یا اهدافی که داشتید نزدیک شد؟ ببینید حذف EPS خب میدونیم توی کشورهای دنیا، من نمیگم حالا شاید تو 50 60 تا کشور یکی دو تام پیدا بشه EPS اعلام بکنن، ولی اغلب کشورها یعنی قریب به اتفاق بگیم EPS اعلام نمیکنن. اساسا EPS خب یه بحثیه که یه محاسبه است. البته سازمان بورس هم اینو اختیاری کرد، گفت هر شرکتی میخواد EPS رو به اصطلاح اعلام کنه مجازه، اما اون 70 تا نماد بسته ای که حتی نمایندگان محترم مجلس هم سوال مطرح کردن از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اون مقطع، میگفتن شما 400 تا نماد دارید، از این 400 تا نماد 70 تاش بسته است که بزرگای بازارم بزرگای بازارم بودن. مردم میگفتن آقا نقد شوندگی برای من سرمایه گذار خیلی مهمتره تا اینکه من بتونم قیمت خودم بالاخره تشخیص میدم، حالا EPS باشد نباشد خودم میرم مطالعه میکنم. میگفتن شما 70 تا نماد تو بازارتون بسته است و اساسا من دسترسی به نقد شوندگی و نقدینگی ندارم. خب اگه EPS حذف نمیشد اینا باز نمیشد و یکی از دلایل اینکه EPS باید حذف میشد چون گیر مدیران در دادن EPS بود و دادنش تنها کافی نبود، باید حسابرسی میشد، دوباره این وقتی تغییر میکرد بسته میشد تا حسابرسی بشه و اینها. ما گفتیم اختیاری حذف نکرد. در مورد اینکه الان هم خب اخیرا قانون نهادهای مالی، قانون نهادهای سرمایه گذاری اسم دقیق، و قانون کارگزاران به سازمان بورس نامه ای نوشت پارسال 2 ماه پیش مثلا پیش از پایان سال
یک نامه ای رو زحمت کشیدن، گفتن ما میخواییم ای پی اس رو محاسبه کنیم و بدیم به مردم. ما گفتیم شما کارگزاری ها، نهادهای مالی همه مجازید ای پی اس محاسبه کنید، اما هر کسی با مسئولیت خودش از ای پی اس شما استفاده کنه. همین الان هم این مجاز، یعنی الان هیچ وقت ای پی اس ممنوع نشده، حذف نشده، بلکه تو گزارش تفسیری گذاشته شده. یه محاسباتی داره هر کی با سلیقه خودش می. یه نکته ای هم هست، اگه برگردیم ای پی اس هایی که قبلا بود تو سال 94 و 93، 400% انحراف هم تو ای پی اس ها می بود. اصلا فایده مندی چنین ای پی اسی زیر سواله. حتی متاسفانه سوء استفاده می شد از ای پی اس، یعنی یه جاهای بعضی از اشخاص ای پی اس رو به گونه ای اعلام می کردن، چون شده بود لنگر، شده بود در واقع جام و مقدس اصطلاحا، همه میگفتن ای پی اس اینه. بعد این ای پی اس 400% انحراف پیدا میکرد، دستکاری در قیمت سهام، بله اصلا موضوعیت نداشت دیگه. وقتی چیزی 400% انحراف داشته باشه، آخه اصلا یه چیز عجیبی میشه. اینها هست، ولی خب در واقع الانم مجازن، همین الانم ای پی اس محاسبه کنن، اعلام کنن. آقای دکتر، شما توی دورتون خب محدودیت های زیادی رو برداشتید. اگر دوره در واقع 3 ماهه دوم شما ادامه داشت، چه محدودیت های بیشتری رو بنا داشتید بردارید؟ یک موضوعی که خب شاید جز آرزوهای بنده بود این بود که ارزش بازار خب قبلا کسری از جی دی پی بود، 30% جی دی پی بود. خوشبختانه در این دوره به بیش از جی دی پی رسید. حالا درسته. در یک جلسه هم ما خدمت جناب آقای دکتر جهانگیری عرض کردیم که خوشبختانه عددهای ما از عدد جی دی پی بعضاً بزرگتر. اما یکی از آرزوها که شاید الانم آرزوی همه ماها هست اینه که سهم تأمین مالی بازار سرمایه بیشتر بشه از اقتصاد. این راهش اینه که یک در واقع پارادوکس در بازار سرمایه وجود داره. تمام اوراق بدهی در بازار سرمایه باید ریسک فری باشن، چون ریسک فریان همه نرخشون باید همون 18% یا 20% باشه. این پارادوکسه، چون دیگه شما نمیتونید کار دیگه ای بکنید. خب اون وقت میشه حجم تأمین مالی ما پارسال خیلی رشد کرده، خیلی خوب بوده، از افزایش سرمایه و انتشار و اوراق و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود تقسیم نشده، اینا جمعاً شده 260,000 میلیارد تومان. البته عدد خوبیه ها، خیلی خوبه، اما یک نکته وجود داره. آیا این نمیتونه بشه 1,000,000,000 تومان؟ میتونه بشه، منتها شرط داره. اوراق رو نرخش رو بذاریم متغیر باشه و سیال باشه. باید آینده اوراق رو بپذیریم که نکول در مورد اوراق امکان پذیر باشه، اما به عموم مردم نفروشیم. به یه عده از سرمایه دارای بزرگ با یک در واقع واحد ورقه، الان واحدهای ورقه ما 100,000 تومانه، ولی درسته. ما میتونیم واحد ورقه 2 میلیارد تومانی بگذاریم و مثل پرایوت اکوئیتی فاند، مثل عرضه های خصوصی، اینها بیایم ورقه رو عرضه خصوصی کنیم. البته عرضه خصوصی اگه واقعا بخوایم بکنیم، به یه عده خاص بگیم شما میتونید بخرید، اون وقت اون بحث معافیت مالیاتیش تو قانون بازار رو رابعدار مشکل میخوره، میگن شما به یه عده خاص عرضه کرد. منظور ما این نیست، منظور اینه که آستانه رو طوری بگذاریم سرمایه گذارهایی بیان که خودشون ریسک و بازده رو خوب تشخیص میدن، بیان ورقه رو بخرن، طبیعتا نرخ رو مجبوریم 1-2% بالاتر بگذاریم. اگر این کار رو بکنیم در سال جهش تولید میتونیم تأمین مالی رو به 500,000 میلیارد تومان برسونیم و به شرکت هایی که واقعا میخوان از ورقه ها استفاده بکنن این امکان رو بدیم. ورقه های قابل تبدیل یکی از بحث های ما بود، دنبال میکردیم. خب البته خوشبختانه مثلا سهام ممتاز رو تعریف کردیم، در مورد آریا ساسول هم عملیاتی شد، هم 60 هم آریا ساسول، خب ارزش در واقع پیگیریاش انجام شد، ارزش هم چند هفته پیش 60 و سبا تامین انجام شد. شرکت هایی بود که اومد، پتروشیمی تندگویان اومد، شرکت های بزرگی اومدن تو بازار، بانک ملت، بله بانک ملت اومد، قبلا مثلا گوهر زمین و بحث های صدر تامین، خیلی شرکت های خوبی اومدن تو بازار. الان هم خب آریا ساسول یه مقدار به خاطر قیمت نفت و اینا ملاحظاتی دارن، وگرنه قرار بود اصلا اون ور سال عرضه بشه. حالا 1-2 هفته دیگه باید انشالله عرضه بشه، اگه انشالله بخوان قابل عرضه است. حالا مثلا سهام ممتاز اونجا تعریف کردیم، اما در مورد اوراق در واقع رویدادهای طبیعی
که یک اوراق بیمه بورسی هست با بیمه مرکزی به توافق رسیدیم. حتی تو قانون الان اومده، تو قانون بودجه اصطلاحاً کت باند بهش میگن، کاتاستروفیک باند ها و اوراق بیمه اتکایی. این دو تا ابزار، ابزار مشترک بازار پول و بازار ببخشید بیمه و بازار سرمایه است که اینها امیدوارم عملیاتی بشه. یکی از کارهایی که من فکر میکنم میتونستیم امسال انجام بدیم، ان شاءالله البته سازمان انجام خواهد داد چون بالاخره سیستم داره کار میکنه، ان شاءالله آقای دکتر قالیباف هم مدیر بسیار ارزشمند، توانمند، بسیار سالم، محترم، مردمدار و باسواد هستن. من مطمئنم با مدیریت ایشون قطعا بازار سرمایه رشد بسیار خوب و مناسبی خواهد داشت و ابزارهای خوبی خواهد اومد. امیدواریم اینهایی هم که باقی مونده قطعا عملیاتی بشه و بازار سرمایه ایران انشالله 5 سال دیگه جزء افتخارات منطقه باشه. آقای دکتر، شما خب ابتدای دولت 11 معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد دارایی رو عهده‌دار بودید و خب انتهای دولت و حالا ابتدای دولت 12 در سازمان بورس قرار میگیرید. اشاره کردید به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و اینکه شما آرزو داشتید که این اعداد بزرگ و بزرگتر بشن و اگر دوره تصدی شما در سازمان ادامه داشت، همه تلاشتون این بود که بازار سرمایه در واقع برای تأمین مالی سریع و آسان بنگاه ها گسترش پیدا بکنه. سوال من این هست که با توجه به ابعاد جدیدی که امروز در بازار سرمایه داریم، به نظر شما دولت چه فرصت هایی رو داره که از این بازار نهایت استفاده رو بکنه؟ خب اشاره هم داشتید به روند عرضه‌های اولیه، مثلا عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا همون 60 یه اقدام مثبت و بزرگی بود که خب هم دولت به نوعی از تصدیگری خودش در این مجموعه کاست و به عموم مردم واگذار کرد و منجر به شفافیت بیشتر شد، هم به نوعی تأمین مالی سریع و آسانی رو برای سازمان تأمین اجتماعی داشت. چه اقداماتی رو فکر میکنید دولت در سال 99 و در روزهایی که بازار سرمایه پر رونق ترین ایام خودش رو داره سپری میکنه سریعا باید انجام بده؟ به نظر من خب دولت واقعا حمایت خوبی از بازار سرمایه کرده. شخص آقای رئیس جمهور حمایت‌های بسیار خوبی داشتن. جا داره واقعا همه اهالی بازار سرمایه واقعا اینو قدر بدونن و تشکر کنیم از حمایت‌های رئیس جمهور محترم. سران سه قوه حمایت‌های بسیار ارزشمندی کردن. مصوباتی که سران سه قوه داشتن بسیار ارزشمند بود برای بازار سرمایه. وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی واقعا حمایت کردن از بازار سرمایه. البته هر سه وزیری که در واقع در این دو دولت تصدی این وزارت رو داشتن زحمات زیادی کشیدن. جناب آقای دکتر طیب نیا واقعا برای بازار سرمایه وقت گذاشتن، 4 سال به هر حال ایشون بازار سرمایه رو حمایت کردن. آقای دکتر کرباسیان همچنین آقای دکتر دشپسند هم حمایت های بسیار ارزشمندی کردن. الان اقدامات خوبی انجام شده، ما اول اینو بگیم چه اقدامات خوبی انجام شده. ببینید ما بحث ETF رو در سال 97 بنده یه نامه رو، حالا الان حضور ذهن دقیق ندارم ولی تو مستندات هست، در سال 97 اردیبهشت ماه یه نامه رو تقدیم آقای وزیر اقتصاد کردم، آقای دکتر کرباسیان تشریف داشتن و یا مستقیم با آقای رئیس جمهور زدم، نمیدونم نامه رو الان حضور ذهن ندارم، ولی خوشبختانه این در سران سه قوه رفت و ستاد هماهنگی اقتصادی عنوان دقیقش هست. خب به بازار سرمایه توجه ویژه داشتن. در مرداد ماه ابلاغ شد که ETF ها تصویب شد. اون موقع سهام دولت کمتر از اینا بود ارزشش، حدود 30,000 میلیارد تومان که شاخص هم حدود 140,000 واحد و اینا من اگه ذهنم یاری کنه بود. درست. عدد پایین. من اون مقطع اصرار داشتم که ما این یونیت ها رو به مردم بفروشیم چون اعتقادم این بود که بازار جای رشد داره و البته تخفیف رو هم 20% ما پیشنهاد کرده بودیم. همین هم مسبب شده. حالا یه تغییراتی کرد. بعد این اتفاق نیفتاد. حالا رفت هی توی بحثای اداری اینا. برج 8 تو کمیسیون اقتصاد دولت در سال 97 مطرح شد. جلسات متعدد ما سازمان خصوصی رفتیم. اختلاف نظرهایی بود. یه عده میگفتن این خوبه، یه عده میگفتن خوب نیست. حقیقتا هم 4 هدف داشتیم. چون الان میگن دولت کم به لحاظ کسری بودجش یه مقدار مثلا توجهش این. آره ولی واقعا این نیست. واقعا اینجا من دفاع کنم از این فلسفه کار. من یکی مردمی کردن اقتصاد تو ذهنم بود که این پیشنهاد رو دادم. گفتم همه مردم تو بازار سرمایه بیان، من تا الان ریسک احساس میکنن یه جایی، این 20% تخفیف کمک میکنه.
دوم گفتم که هم عمق بازار سرمایه زیاد میشه با این کار. سوم گفتم نقدینگی ریز رو میشه جمع کرد و تورم یه مقدار مهار کرد. بالاخره قابل پیش بینی بود تورم ممکنه زیاد بشه. یکی هم کسر بودجه دولت. من انکار نمی کنم کسر بودجه دولت مد نظر نبود. بود. ولی چهار تا با هم بود. خلاصه اون سال نشد. آقای دکتر کرباسیان هم به دلیل به اصطلاح بحثایی که پیش اومد خب از وزارت اقتصاد تشریف بردن. آقای دکتر دشپسند تشریف آوردن و بعد دیگه ما پیگیری کردیم دوباره همین مسئله رو تا اینکه با زحمات آقای دکتر دشپسند بالاخره امکان پذیر شد که برج ده و اینا ما اینو عملیاتی کنیم. من تو خب یه نامه‌هایی اومد که آقا شما اینو ارزون می‌فروشید و اینا، اگرچه ما مصوبه ستاد هماهنگی رو داشتیم، خب تصمیم گیری این شد که تو بودجه، تو قانون بودجه 99 بیاد که الان داره اجرا میشه. درسته. در کنار این یه پیشنهاد دیگه راجع به املاک مستغلات حقیر داشتم. اونم این بود که املاک مستغلات اگه ما به صورت کلان و بزرگ در حد چند صد هزار متر بخوایم بفروشیم، حتما مسئله پیش میاد، میگن اینجا رانت بوده فلان بوده. املاک مستغلات دولتی. دولتی رو. عرضم این بود در اون نامه که ما اینا رو افراز کنیم به قطعات 500 متر و 1000 متر، یک هیئت کارشناسی به قید قرعه بیاد قیمت پایه رو تعیین کنه، ببریم تو بورس کالا، در تابلو املاک مستغلات بورس کالا که قابل ایجاد هست و ایجاد می‌کنیم، اونجا اینا رو به صورت مزایده‌ای بفروشیم. خب چند صد نفر یا چند هزار نفر یا چند ده هزار نفر میان املاک مستغلات و دولت رو میخرن. فرصت برابر به همه. دقیقاً نمیشه گفت چرا این به این فروخته شد. همه میتونستن بیان رقابت کنن. حالا اون عملیاتی نشده. من امیدوارم حالا یکی از برنامه‌هام این بود اونو پیگیری کنم. امیدوارم اون عملیاتی بشه. چون بعضی از دوستان میگن که نقدینگی حجمش خیلی زیاده و خب رو قیمت‌ها اثر داره میگذاره. اگه سهام‌ها همه داده شد بعد چه؟ من میگم خب املاک هست. اگر دولت باز بخواد املاکش رو بفروشه به این شیوه میتونه باز نقدینگی رو مهار بکنه. اقداماتی که انجام شده، یکی ارز اولیه‌ها تسریع شده. دولت محترم بارها تأکید داشته شناوری زیاد بشه. بعضی از شرکت‌ها، من نمادها رو عمدن اسم نمیبرم ولی درصداشو میگم، مثلا یه شرکت بزرگی هست 6% فقط شناوری داره. بله. خب طبیعتاً اینها تقریباً دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باید عرضه بکنند. خب تأکیدم زیاد بوده عرضه بکنن ولی شناوریش زیاد نشده. یکی از کارهای مهمی که در کنار عرضه‌های اولیه بوده که بزرگاش تقریباً انجام شده، دیگه شرکت‌های کلان در بورس و فرابورس ترخواست دادن اکثراً کوچیکن. ایمیدرو هم هست البته. ایمیدرو حالا یه مقدار کار داره، من به نظرم یه مقدار کار میبره، این که گفته میشه مثلا یه ماه دیگه، من به نظرم یه مقداری باید دقیق‌تر نگاه کرد به مثلا. ولی به هر حال شرکت‌ها خب عرضه شده، تسریع هم شده، عرضه اولیه اقدام خوبیه، سمت عرضه رو تقویت میکنه، این سیاست درسته. در کنارش افزایش شناوری سیاست درسته که حتما باید اجرا بشه. بعد بعضی از این شرکت ها تعهد دادن به بورس و فرابورس، اصلا تعهد قانونیشونه، باید بیان عرضه بکنه که مردم سهمای مناسب تری بخرن. ETF اقدام خوبیه، انشالله از هفته بعد یک شنبه شروع میشه و عملیاتی میشه. البته سه تا ETF که باید ادامه پیدا کنه. اگر هم یه جایی لازم شد، بوک بیلدینگ هم سازوکاری بعد از اون دیده شده که حالا فرمودید که همون تصویب شد، یه دونه بوک بیلدینگ بهش اضافه شده. اون تخفیف 20% هم که ما تو 97 پیشنهاد کرده بودیم الان شده 30%. یه تفاوت اینجوری کرده تا 30% شد. عرضه اولیه شناور آزاد زیاد بشه، بحث مربوط به ETF ها، سهام عدالت چهارمی باشه، عرض پنجم بنده راجع به افزایش سرمایه به صورت سلب حق تقدم یا به قیمت تابلو هست که این باعث میشه نقدینگی بره داخل شرکت. حالا شرکت ها خب صف خرید دارن یه جای. وقتی صف خرید دارن، حالا یکی هم اگه سیتش رو میترسه از دست بده، کرسی مدیریتش رو از دست بده، خب میتونه بیاد افزایش سرمایه با سلب حق تقدم بده. زمان اون 60 روز قانون تجارت و اینا رو هم نمیخواد، محدودیتش کمتر. این هم یه اقدامیه که میشه انجام بشه. خب طبیعتاً بنده همچنان اعتقادم این هست که یک سری باید قواعدی وضع بشه راجع به رشدهایی که غیر معقول هست، یک محدودیتهایی گذاشته بشه، حالا ترکیبی از حد نوسان، حجم مبنا، حد نوسان، تعلیق و توقف لازمه. من فکر میکنم دنیا تجربه کرده، ما این تجربه دنیا رو استفاده بکنیم. بالاخره دنیا هم حد نوسان داره، هم حجم مبنا ندارن اکثر کشورها، یعنی شاید بگیم هیچ کشوری حجم مبنا نداره ولی حد نوسان رو دارن، توقف و تعلیق هم دارن.
حالا یه شکلیش ممکنه به هر حال فعالان بازار هم استقبال بکنن، اون شکلش عمل بکنن، هیچ اشکالی نداره. یا اقدامات دیگری هم به هر حال برای مهار نقدینگی عرض کردم، یکیش واگذاری املاک مستقلات در بورس کالا امکان پذیر هست، باید این انجام بشه. یک کاری هم الان با توجه به شرایط بازار، کسایی که عرض اولیه میکنن هم یه بخشی از وجوه نقدی که به دست میارن نزد سپرده‌گذاری بگذارن برای بازارگردانی، یه درصدی شو بالاخره برای اونا هم باید جذاب باشه، یه درصدی از سهامشون هم همین الان وثیقه کنن، بعدن گیر شناوری و اینا پیدا نشه. اگه قیمت سهم خواست رشد بی‌رویه داشته باشه، عرضه کنن از سهامی که وثیقه کردن نزد سپرده‌گذاری. اگر هم یه موقعی سهم خواست قیمتش مثلا یه اصلاح رو به پایین بخوره، اونجا بیان در واقع با اون نقدینگی که سپرده کردن نزد سپرده‌گذاری حمایت بکنن. این هم به نظر بنده لازمه، چون به هر حال بازار قیمتاش به گونه ای هست که ممکنه شرکت هایی که در بدو ورود میان یه مقدار قیمتاشون نسبت به اون بلند مدتشون بالاتر بخوره. البته معمولا ارز اولیه های قیمت پایین تری میخوره که جای سود و برای مردم باقی میگذاره و ارز اولیه ها خوشبختانه موفق بوده همیشه. اما این احتیاط هم به نظر من انجام بشه کمک میکنه. دولت محترم هم شناوری رو اعتقاد داشته بهش دنبال کرده، هم بحث ارز اولیه ها رو، هم ETF رو، هم سهام عدالت رو. خوشبختانه این سیاست ها الان هم دنبال داره میشه. حالا اون چند تایی هم که بعد من عرض کردم، یه 3-4 تا، اونا به نظر میاد کمک میکنه. آقای دکتر محمدی، از این که به برنامه نوسان و استودیو ایرنا اومدید از شما ممنونم. براتون سلامتی و موفقیت آرزو میکنم. امیدوارم که در جایگاه بازار پول هم مثل بازار سرمایه موفق باشید و امیدوارم که رونق و در واقع روزهای خوب بازار تداوم داشته باشه و در دوره آقای دکتر قالیباف هم شاهد توسعه بازار سرمایه باشیم. خیلی ممنون. منم برای آقای دکتر قالیباف آرزوی توفیق دارم، برای جناب عالی همکارانتون آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون دارم. تشکر میکنم از برنامه بسیار ارزشمندی که جناب عالی دنبال میکنید برای آگاهی بخشی به بازار و تمام تلاش هایی که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا برای توسعه بازار سرمایه داشته و تمام تلاش هایی که برای ارتقای شفافیت داشته. به سهم خودم به عنوان یک هموطن تشکر میکنم و آرزو میکنم همه دوستان در اینجا موفق باشند. متشکرم. خسته نباشید.